این دومین بخش از مجموعه ویدیوهایی هست که من در اون مروری میکنم بر اشعار شعرهای فارسی زبان که در اون همدلی و همراهی رو تشویق میکنند شعری که امروز براتون میخونم شعر معروف مهدی اخوان سالس هست با نام فریاد این شعر داستان یک راوی رو میگه که خونش در حال آتیش گرفتنه و علاوه بر راوی در مورد دو شخصیت دیگه هم صحبت میکنه که یکی دشمنان هستند و یکی همسایه های اون شخص من این شعر رو براتون میخونم و در موردش کمی براتون صحبت میکنم خانم آتش گرفت است آتشی جانسوز هر طرف میسوزد این آتش پرده و فرش را تارشان با پود من به هر سو میدوم گریان در لحیب آتش پردود و از میان خنده هایم تلخ و خروش گریم ناشاد از درون خسته سوزان میکنم فریاد ای فریاد ای فریاد خانم آتش گرفت است آتشی بیرحم همچنان می سوزد این آتش نقش هایی را که من بستم به خون دل بر سر و چشم در و دیوار در شب رسوای بی ساحل وای بر من سوزد و سوزد قنچه هایی را که پروردم به دشواری در دهان گود گلدان ها روزهای سخت بیماری از فراز بام هاشان شاد دشمنانم موزیان خنده های فتحشان بر لب بر من آتش به ناظر در پناه این مشبک شب من به هر سو می دوام گریان از این بیداد می کنم فریاد ای فریاد ای فریاد وای بر من همچنان می سوزد این آتش آنچه دارم یادگار و دفتر و دیوان وان چه دارد منظر و ایوان من به دستان پر از تاول این طرف را می کنم خاموش و از لهی به آن روم از هوش سون سو شعل برخیزد به گردش دود تا سهرگاهان که میداند که بود من شود نابود خفتند این مهربان همسایگانم شاد در بستر صبح از من مانده بر جا مشت خاکستر وای آیا هیچ سر بر میکنند از خواب مهربان همسایگانم از پی امداد سوزدم این آتش بیداد گر بنیاد میکنم فریاد ای فریاد ای فریاد خب خانه ای که داره آتیش میگیره و داره نابود میشه سرزمین بود که چهل و خورده ای ساله داره میسوزه از آتیشی که این رژیم به اون انداخته و داره همه جای اونو نابود میکنه ببینید اینجا چی میگه وای بر من سوزد و سوزد قنچه هایی را که پروردم به دشواری در دهان گود گلدان ها روزهای سخت بیماری این یعنی چی؟ یعنی زحماتی که قرنها شاید هزارها کشیده شده در حتی روزهای سخت بیماری یعنی روزهایی که جنگ بوده روزهایی که تهاجم بیگانگان بوده در تمام این مدت ها ما در مجموع به عنوان یک ملت یک کشور سرزمین رو ساختیم ولی الان داره همه چیزش میسوزه داره نابود میشه از منابع طبیعیش گرفته تا منابع انسانیش تا میراث تاریخی و باستانیش تا ثروت ملیش همه داره از دست میره همه داره نابود میشه به دست این رژیم و این خانه ای هست که در حال آتش گرفتن دشمنان که تکلیفشون مشخصه از فراز بامهاشان شاد دشمنان موزیان خنده های فتحشان بر لب بر من آتش به جان ناظر در پناه این مشبک شد اونها معلومه دشمن زیاد داره این مملکت این کشور کسانی که از ضعیف بودن ایران سود میبرند حالا نمیخوام وارد جزئیاتش بشم ولی هستند کسانی یا مللی که وضعیت فعلی ایران به نفع اونهاست و اونها موزیان خنده های فتشان اما همسایگان کیا هستند همسایگان شاید واقعا همین همسایگانی هستند که دور کشور ایران هستند متاسفانه هیچ کدوم اونها به نفع مردم ایران تا الان صحبت نکردند و همدلی و همراهی نکردند و اینها هم همسایگانی هستند که امیدواره که از خواب بیدار بشن میگه وای آیا هیچ سربر میکنند از خواب مهربان همسایگانم هم از پی امداد امیدوار که همسایگان بیان و کمکی بکنن نه اینکه دخالت بکنن بلکه همدلی کنن همراهی کنن حالا این همسایگان میتونه همسایگان جغرافیایی باشه یا میتونه همه کشورهای دنیا باشه همون کشورهایی که ما ازشون تقاضا میکنیم خواهش میکنیم که با این دولت سرکوبگر جنایتکار معامله نکنند امیدواریم که حداقل صدای مردم ایران باشن و پشت مردم ایران وایسن نه اینکه دخالت بکنن این انقلاب رو مردم ایران به ثمر خواهند رسوند اما میخوایم که اونها حداقل به این سرکوبگران کمک نکنند اما من دلم میخواد این شعر رو جور دیگه هم تفسیر بکنم میخوام به این فکر بکنم که شهرهای مختلف ایران هم الان دارن میسوزن در آتش و خود ما همسایگان خودمون هستیم الان شهرهایی هستن که بیشتر از شهرهای دیگه دارن میسوزن در آتش در آتشی که این سرکوبگران به وجود آوردن و به جانشون انداختند مهاباد مریوان سقس سنندج زاهدان بسیار از شهرهای ایران بیشتر از بقیه دارن الان میسوزند و ما باید ازشون حمایت بکنیم ما اون همسایگانی هستیم که باید بیدار بشیم از هر شهری که هستیم به اونها کمک بکنیم و آبی بشیم روی آتشی که این جنایتکاران و این سرکوبگران به جان این شهر انداختند واقعا باید صدای هم بشیم. باید کمک بکنیم به هر شکلی که میتونیم به امدادشون بشتابیم چون در نهایت همه ما اگر مال یک خونه نروشیم مال یک محله مال یک شهر. مال یک کشور. و اگر در نهایت این انقلاب پیروز بشه و این آتش رو بتونیم خاموش بکنیم نفتش برای همه مردم ایرانه. پیروزی نزدیکه. زن. زندگی. آزاد.